سلام به مجموعه خبری امشب خوش آمدید در نخواست سرخط مهمترین خبرهای افغانستان واکنش های گسترده بر تیرباران باران شدن باشندگان دایکوندی ملل متحد حمله بر هزاره ها در دایکوندی را فجی خاند و محکوم کرد قطع کردن یک درخت کهنسال توسط امر به معروف در سرپل مسئولان امر به معروف و نهی از منکر سرپل میگویند این درخت به مقصد خرافات و بدعت استفاده می شد. توزیع بیش از 53 میلیون افغانی پول نقد به گداها هلال احمر میگوید بیش از 3500 تن گدا را در کشور شناسایی کردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ به دنبال تقویت توریزم میان افغانستان و ازبکستان سرپرست این وزارت در دیدارش با وزیر فرهنگ ازبکستان بر افزایش روابط فرهنگی دو کشور تاکید کرد و در بخش ورزش آغاز جام جهانی فوتسال 2024 ازبکستان نخستین بازی تیم ملی فوتسال کشور در جام جهانی فوتسال تا یک روز دیگر برگزار خواهد شد امروز شنبه 24 سنبله سال 1403 هجری خورشیدی برابر است با 14 سپتامبر 2024 میلادی من شمایل موسوی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ملل متحد حمله بر هزاره ها در دایکندی را فجه خواند و محکوم کرد. استیفان دو جاریک سخنگوی ملل متحد در نشست خبری تازه در 23 سنبوله گفته است که دبیر کل این سازمان حمله فجی روز پنجشنبه بر هزاره ها در ولایت دایکندی را محکوم کرده است. به گفته وی آنتونیو گوترش بار دیگر بر حفاظت از غیر نظامیان در افغانستان تأکید کرده است. با این حال یونما نیز در واکنش به این حمله آن را محکوم کرد و خواستار تحقیقات در این زمینه برای پاسخگویی شده است. در تیراندازی بر موتر حامل تعداد از شهروندان هزاره کشور در ولایت دایکندی، چارده تن کشته و شش تن زخمی شدند. ساعت یک پس از چاشت روز پنجشنبه هنگامی که موتر حامل تعداد از خانواده های هزاره به روستای قاریودال در ولسوالی سنگتخت دایکندی می رسند دو موتر سایکل سوار آنان را متوقف کردند و به بهانه عکس یادگاری با مردان سرنشینان مرد را از موتر پایین کرده و سپس به آنان تیراندازی کردند آنان گفتند که خانواده ها برای استقبال زایران از زایران اربعین از دایکندی به سوی غور در حرکت بودند. چندی پس از آن داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. گفتنی است که پیکرهای قربانیان این رویداد دیروز جمعه در ولایت دایکندی به خاک سپرده شدند. امارت اسلامی، سفارت ژاپن، سفارت آمریکا، وزارت خارجه ایران، شماره از جریان ها و چهره های سیاسی و فعالان حقوق بشر این رویداد را مرگبار خواندند و آن را محکوم کردند. ریاست امر به معروف و نهی از منکر سرپل از قطع کردن یک درخت در این ولایت خبر داده است. مسئولان امر به معروف و نهی از منکر می گویند که این درخت از سالهای دور سبب عوامل شرک، بدعت، خرافات، فساد عقاید و ایمان و باور مسلمانان بوده است. این مسئولان در خبرنامه نوشته که این درخت چنار در مرکز ولایت سرپل در ناحیه امام خورد موقعیت داشت و برخی از باشندگان این ولایت برای حل مشکلات از جمله شفای بیماری به این درخت میخ میکوبیدند. مسئولان ریاست افزودند که امر به معروف ولایت سرپل به خاطر جلوگیری از این منکر نظر به فصل دوم ماده 22 جریده رسمی قانون رهبر امارت اسلامی این اقدام را انجام دادند. نمایشگاه بزرگ تولیدات داخلی با عنوان تولید وطن مایه افتخار وطن در ولایت میدان وردک برگزار شد و با استقبال گرم مردم روبرو شده است. این نمایشگاه برای سه روز در تالار غازی کریم خان مرکز ولایت میدان وردک برگزار شده که در آن تعداد زیادی از صنعتگران و تجاران محصولات متنوعشان را به نمایش گذاشتند. گفتنی است که در این نمایشگاه انواع محصولات صنایع دستی و زراعتی ارزش شده و هزاران اشتراک کننده نیز از آن بازدید نمودند. این در حال است که طی سال جاری ده ها نمایشگاه تولیدات داخلی در سراسر کشور برگزار شده است. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی در دیدار با وزیر فرهنگ ازبکستان بر افزایش روابط فرهنگی و تقویت توریزم میان دو کشور تاکید کرده است. خیرالله خیرخوا سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در حاشیه نشست اتحاد فرهنگ ها در شهر سن پترزبورگ روسیه با آزاد بگوف وزیر فرهنگ ازبکستان دیدار کرده است. در این دیدار روی تقویت روابط فرهنگی، رشد توریسم و صنایع دستی گفتگو صورت گرفت. آقای خیرخواه مشترکات مذهبی، تاریخی و فرهنگی میان افغانستان و ازبکستان را حائز اهمیت خواند و روی تقویت و رشد صنعت توریسم میان دو کشور تاکید کرد. و ای تدویر نمایشگاه های فرهنگی در کابل و تاشکند را در راستای معرفی فرهنگ هر دو کشور مهم خواند. آقای آزاد بیگوف وزیر فرهنگ کشور ازبکستان نیز بر فرصت برای گسترش روابط میان دو کشور را مناسب دانسته بر تقویت این روابط تاکید کرد و از همکاری های آن کشور در راستای شریک ساختن تجارب توریزم تعهد سپرد. به نقل از وی سیاحت همکاری و دوستی را تحکیم می بخشد و پیشرفت در صنعت توریزم سبب تقویت اقتصاد نیز می شود. هلال احمر می گوید بیش از 53 میلیون و 800 هزار افغانی پول نقد را در جریان یک سال در سراسر سر کشور به گداها توضیح کرده است. به گفته این مسئولان این نهاد بر اساس حکم رهبر امارت اسلامی بیش از 116.200 گدا جمع آوری شده که از این میان بیش از 3.500 تن مستحق شناخته شدند و مهانه از سوی این نهاد کمک نقدی دریافت می نمایند. مسئولان حلال احمر همچنان گفتند در جریان سال گذشته تعداد 24.000 فامیل بی سرپرست در کشور از سوی این نهاد مبلغ 204 میلیون افغانی مساعدت نیز دریافت نمودند. این نهاد از طریق پنج پرورشگاه در کابل، بلخ، قندهار، ننگرهار و هرات بیش از 1400 بی سرپرست را تحت مراقبت قرار داده است. از کارکردهای دیگر این نهاد در جریان یک سال را می توان رساندن کمک های بشردوستانه به متضرران سیلاب های بغلان، ارز خدمات صحی به مرکز های صحی، فراگیری تعلیمات حرفوی برای زنان بیوه در چندین ولایت و فرستادن 19 تن مریض به کشور آلمان برای معالجه نام برد. تعمیر یک مکتب در ولایت کاپیسا با هزینه شخصی یک از باشندگان این ولایت ساخته شد. مسئولان از کاپیسا می گویند که این مکتب روز پنجشنبه 22 سنبوله به نام خالد ابن ولید در روستای آهنگران ولسوالی نجراب به بهره برداری سپرده شده است. محمد فرید حقانی رئیس معرف کاپیسا گفته که این مکتب دارای شش سنف درسی یک اتاق اداری و سایر امکانات است. امارت اسلامی هزینه ساخت این مکتب را یک میلیون و هشتت هزار افغانی اعلام کرده است. این در حال است که چند قبل امارت اسلامی اعلام کرده بود که طی سال پسین حدود 19 هزار مدرسه از سوی حکومت در کشور ایجاد شده است و در حال فعالیت است. گفتنی است پیش از این نیز برخی از شهروندان در نقاط مختلف کشور با هزینه شخصیشان مکتب ساختند. در بخش ورزش امروز ازبکستان میزبان مراسم افتتاح جام جهانی فوتسال 2024 بود. در روز نخست چهار دیدار از جمله بازی های کرواسی تایلند و برازیل کوبا برگزار شد. تیم ملی فوتسال افغانستان قرار است روز یک شنبه در نخستین دیدار خود در چارچوب جام جهانی 2024 به مساف تیم ملی آنگولا برود. فدراسیون فوتبال افغانستان روز گذشته در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد که جلسه رسمی تمرینات ملی پوشان در سالن ورزشی هوما آرینا در شهر تاشکند ازبکستان پیش از آغاز مسابقات جام جهانی برگزار شده است. این نخستین بار است که تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی فوتسال راه یافته است. مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 به میزبانی ازبکستان از 14 سپتامبر 2024 آغاز شده و تا 6 اکتبر ادامه خواهد داشت. و به عنوان آخرین خبر، یگانه بازی تست میان تیم ملی افغانستان و نیوزلند به دلیل بارش های مداوم لغو شد. قرار بود این بازی در ورزشگاه ویژی سینگ پاتیک واقع در ایالت اوتار پراداش هند برگزار شود. اما پس از بارش بارانهای پی هم مقام های برد کرکت هر دو کشور مجبور به لغو این بازی شدند. قرار بود این نخستین بازی تست میان افغانستان و نیوزلند باشد. این بازی باید به تاریخ 19 سنبله آغاز می شد و تا 23 همین ماه ادامه می افغانستان به دلیل وضعیت امنیتی در خاک خود قادر به میزبانی مسابقات بین المللی نیست. آخرین باری که یک مسابقه تست به طور کامل به دلیل باران لغو شد در دسامبر 1998 بود. زمانی که نیوزلند میزبان هند در دونیدین بود. قرار است تیم ملی کرکت کشور برای سه بازی پنجاه آوره در برابر آفریقای جنوبی ره سپار امارات متحده عربی شود. این بازی ها به با تاریخ 28 و 30 سنبله و همچنین اول میزان برگزار می شوند. با ختم این خبر رسیدیم به پایان خبرهای امشب. سپاس از این که همراهی کردید. خدا نگهدار.